سرخط خبرها. آغاز محاکمه دیپلمات ایرانی در بلژیک به اتهام تلاش برای بمبگذاری. اسدالله اسدی در دادگاه حاضر نشد. همزمان با امتناع از پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ میگوید اگر کالج انتخاباتی به بایدن رای بدهد، حاضر است از کاخ سفید برود. چالش‌های ساخت و توزیع واکسن کرونا در هند، پژوهشگران میگویند بازگشت به وضعیت عادی سالها طول می‌کشد. و مراسم خاکسپاری دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال و قهرمان ملی آرژانتین. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. محاکمه یک دیپلمات و سه شهروند ایرانی در بلژیک به اتهام تلاش برای بمبگذاری از امروز شروع شده. اسدالله اسدی، دیپلمات سابق سفارت ایران در اتریش، متهم شده که تابستان دو سال پیش یک بمب قوی را به یک زوج ایرانی مقیم بلژیک داده تا در گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین حلق در حومه پاریس منفجر کنند. آقای اسدی در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. او این اتهامات را رد کرده و امروز هم در دادگاه حاضر نشد. جیار گل که در دو سال گذشته این پرونده را دنبال کرده گزارش می‌دهد. 9 تیر 1397 یک زوج ایرانی بلژیکی از آنتروپ بلژیک به طرف فرانسه در حرکتند. غافل از اینکه از چند روز پیشتر تمام حرکات آنها زیر نظر پلیس بوده است. پلیس بلژیک خیابون‌های این محله سین پیتر وولو در بروکسل رو بست. اونا اتومبیل یک زوج ایرانی بلژیکی رو متوقف کردند و داخل اون حدود 500 گرم مواد منفجره پیدا کردند. پلیس میگه اونا قصد داشتن یک بمب رو در گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بکارن. یک ایرانی دیگر هم در فرانسه در این ارتباط بازداشت میشود. همزمان در آلمان اتومبیل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، متوقف می شود. پلیس آلمان او را به اتهام نقشه بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق دستگیر می کند. اسدالله اسدی یکی از دیپلمات های بلندپایه سفارت ایران در وین، پایتخت اتریش بود. اطلاعات به دست اومده نشون میده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، احتمالاً مسئول عوامل اطلاعاتی ایران در کل اروپا است. اسدالله اسدی مدت‌ها زیر نظر سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی بوده. دادستان بلژیک می‌گوید 3 روز پیش از دستگیری زوج ایرانی به لوکسامبورگ سفر کرده بودند. در یک رستوران پیتزاهات در بخش قدیمی شهر لوکسامبورگ با اسدالله اسدی ملاقات می‌کنند. آقای اسدی متهم شده که به آنها یک بمب داده است. این دیپلمات ایرانی این اتهامات را رد کرده است. They operate undercover as a diplomat. اونا تحت پوشش دیپلمات در سفارت خونه ها یا به عنوان تاجر در نهادهای اقتصادی فعالیت می کنند. این ماموران اطلاعاتی رابطه نزدیکی با اطلاعات سپاه پاسداران دارند. مدارکی که دادستان بلژیکی به دادگاه ارائه داده از این حکایت دارد که زوج ایرانی بارها در ایران، آلمان، اتریش و ایتالیا با آقای اسدی ملاقات کردند. ماموران تحقیق می گویند در چند سال گذشته بیش از 200,000 یورو به حساب‌های این زن و مرد جوان واریز شده است. هنگام دستگیری دیپلمات ایرانی، جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییتی دستگیری این دیپلمات را یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط خواند. حکومت ایران خواهان آزادی این دیپلمات ایرانی است. و جیار گل هم اکنون اینجا در استودیو با منه. بیشتر بهمون بگو مدارکی که علیه اینها وجود داره برای ارائه شده چیا هستن؟ ببینید، ما حدود بیش از دو سال پیش یک تحقیقاتی رو درباره تمام اتهامات ترور و بمبگذاری علیه جمهوری اسلامی رو دنبال کردیم. برخی از
منابع اطلاعاتی کشورهای آلمان، بلژیک و اتریش، اون موقع ما باهاشون صحبت کردیم، میگفتن برای مدت‌ها آقای اسدی این دیپلمات زیر نظر اونها بوده، تمام حرکات ایشون رو زیر نظر داشتن، مدارک جمع کردن، حتی از اتومبیلی که اجاره کرده بود در کجا با این زوج ایرانی که الان مشخص شده که امیر سعدونی و بساد خانمی به اسم نامی هستش و همچنین مهرداد عارفانی که در فرانسه دستگیر شد، این افراد همه اینها در هم با هم در ارتباط بودن. مثلا این زوج ایرانی که بلژیکی ایرانی هستند چندین بار با آقای اسدی در ونیز، در میلان، در ایتالیا، در سالزبورگ و در وین در اتریش و در آلمان، مثلا در مونیخ، در جاهای مختلف باهاشون دیدار کرده و هر بار بهشون پول داده. و آخرین باری که در گزارش هم بهش اشاره شد اینه که متهم شدن که در لوکزامبورگ این بم رو تحویل گرفتن. و به نظر میرسه آقای اسدی گفته که به خاطر اینکه مسئولیت دیپلماتیک داره او حاضر نشده در دادگاه حاضر بشه و امروز هم وکلاش گفتن او نباید در این دادگاه دادگاهی بشه، چرا که ایشون مسئولیت دیپلماتیک داشته. اما به نظر میرسه این زوج ایرانی، امیر سعدونی و خانمش، قبول کردن که این بسته رو از آقای اسدی گرفتن در لوکزامبورگ، اما گفتن اونا نمیدونستن در داخل این بمب بوده، اونا فکر میکردن که طرقه برای آتش بازیه. اگر که محکوم بشن اینها تبعاتش چه خواهد بود جیار؟ ببین، اولا اگه این عملیات موفق میشد، فراموش نکن در این گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بسیاری از سران سابق کشورهای اروپایی و آمریکا اونجا بودن، اشخاصی مثل کنگره آمریکا یا نخست وزیر سابق کانادا یا وزیر خارجه سابق این کشورها اونجا بودن. اگه این افراد کشته میشدن در این عملیات، میتونست ایران رو در آستانه جنگ با کشورهای غربی قرار بده. اما الان که این افراد دستگیر شدن، اگه محکوم بشن قطعا کشورهای اروپایی مجبور خواهند شد برای افکار عمومی خودشون هم شده یک عکس العملی نشون بدن. و به خصوص الان که ما میبینیم دولت بایدن احتمالاً سر کار خواهد بود در یکی دو ماه آینده، ممکنه اینا بتونن هماهنگتر با آمریکا علیه ایران موضع بگیرن. متشکرم از تو جیار گل اینجا در استودیو با ما. پرویز پورحسینی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، در 79 سالگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. در فیلم‌هایی از جمله کمال الملک، کشتی آنجلیکا، باش و غریبه کوچک، شب حادثه و روز فرشته نقش آفرینی کرده بود. آقای پورحسینی در عرصه تئاتر هم در آثار کارگردان‌های مطرحی مثل پیتر بروک، آربی آوانسیان، حمید سمندریان، بهرام بیزایی و علی رفیعی ایفای نقش کرده بود. در ایران یک کارگر معترض به دلیل آنچه اهانت به وزیر کار سابق خوانده شده 74 ضربه شلاق خورد. به گزارش هرانا، داوود رفیعی، کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو، دیروز برای پیگیری درخواست تجدید نظرش به دادسرای اوین در تهران مراجعه کرده بود که حکم شلاق او اجرا شد. گفته شده او از تایید این حکم بی اطلاع بوده. او 3 سال پیش با پلاکاردهای حاوی شعار علیه علی ربیعی وزیر وقت کار مقابل این وزارتخانه تحصن کرده بود. آقای ربیعی گفته بود از او شکایتی ندارد. منابع نزدیک به مخالفان دولت بشار اسد میگویند در حمله جنگنده‌های اسرائیلی دست کم 19 شبه نظامی مورد حمایت ایران در شرق سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته این افراد از تیپ زینبیون بودند. نیروی قدس سپاه پاسداران تیپ زینبیون را عمدتاً از شیعیان پاکستان برای حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه تشکیل داده. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید در صورتی که کالج انتخاباتی به جو بایدن رای دهد، او کاخ سفید را ترک خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفته قبول کردن نتیجه برای او دشوار است. آقای ترامپ تا به حال شکست در انتخابات را نپذیرفته و دموکرات ها را بدون ارائه مدارک و شواهد محکمه پسند به تقلب گسترده متهم می‌کند. این بخشی از سخنان آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاری است که از او پرسید آیا کاخ سفید را ترک خواهد کرد یا نه. Certainly I will. قطعاً ترک میکنم، خودت هم میدونی، ولی از الان تا 20 ژانویه اتفاقات زیادی میفته. تقلب گسترده انجام شده. ما مثل یک کشور جهان سومی هستیم. میگن کامپیوترهایی داریم که هک میشن. میگن اشکالات فنی، چقدر اشکال فنی پیدا کردن؟ They talk about glitches. How many glitches did they find? بهمن کرباسی همکارم در نیویورک با ماست. بهمن، بیشتر بگو از اهمیت حرف‌های دیروز آقای ترامپ.
اولین باری بود که بعد از روز انتخابات به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ میداد آقای ترامپ. به همین جهت همه سوال‌ها تمرکزش بر این بود که آیا نتایج انتخابات رو در نهایت خواهد پذیرفت یا نه، و همچون که دیدیم این بخشی که پخش شد دیگر بخشاش هم بی‌شواهد نبود، تأکید بر این که تقلب گسترده بوده و یکی یکی اون اتهاماتی که تقریبا همشون در دادگاه ها رد شده رو باز اینجا تکرار کرد، هم در مورد ایالت های مثل جورجیا که جمهوری خواهان درش اداره انتخابات رو بود داشتن، هم ایالت های مثل پنسیلوانیا و میشیگان که دموکرات ها انتخابات رو اونجا برگزار میکردن، و همه اونها رو متهم کرد که تخلف کردن، و حتی و وزیر امور داخلی ایالت جورجیا که جمهوری خواه هست و به خود آقای ترامپ هم رأی داده گفت او دشمن مردم آمریکاست. ولی همه اینها رو گفت، در نهایت اون پرسش اساسی که خیلی خوب اگر این اتهامات همینطور که تا به حال به نتیجه نرسیده در آینده هم چیزی رو تغییر نده و روز 14 دسامبر کالج انتخاباتی نهایتاً رأی به این بدهد که آقای بایدن رئیس جمهور قانونی هست از روز 20 ژانویه، چه خواهی کرد؟ و آقای ترامپ برای اولین بار بود که به صراحت گفت که کاخ سفید رو ترک میکنه، قطعا ترک میکنه، و این پاسخی بود که بسیاری از خبرنگاران به دنبالش بود. این نهایی شدن نتایج انتخابات دقیقا کی تعیین میشه؟ همین 14 دسامبر که داریم میگیم، یعنی حدود 16-17 روز از حالا، در واقع روزیست که همه این نمایندگان ایالت‌های مختلف میان و رأی میدن بر اساس اون چیزی که اکثریت مردم اون ایالت‌ها رأی دادن. اگر در ایالتی آقای بایدن اکثریت رو برده، اونجا نمایندگان اون ایالت رأی به آقای بایدن میدن، اونجایی که آقای ترامپ رأی اکثریت رو برده، نمایندگان ایالت به او رأی خواهند داد و کسی که به 270 برسه اون وقت رئیس جمهور قانونی آمریکا خواهد بود. میدونیم که آقای بایدن 306 رأی الکترال رو داره، کالج الکترال رو داره، در نتیجه همطور که انتظار میره در روز 14 دسامبر این رسمی خواهد شد و رئیس جمهور منتخب قطعی میشه موقعیتش، و بعد هم در روز 20 ژانویه کمتر از 55 روز از حالا در واقع رسما سوگند یاد میکنه و وارد کاخ سفید میشه. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در اولین جلسه دادگاهش در بلژیک حاضر نشد. او و سه شهروند ایرانی دیگر متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس هستند. دونالد ترامپ در تازه‌ترین سخنانش گفت اگر کالج انتخاباتی به بایدن رأی بدهد حاضر است کاخ سفید را ترک کند. در ادامه برنامه خاکسپاری دیگو مارادونا، اسطوره‌ای که آرژانتینی‌ها می‌گویند هرگز فراموشش نخواهند کرد. دولت افغانستان به طرح مجلس ایران برای آنچه ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز خوانده شده واکنش نشان داد. وزارت امور مهاجرین افغانستان گفته تصویب و اجرای احتمالی این طرح مایه نگرانی است. بر اساس این طرح که به تازگی در مجلس ایران مطرح شده، قرار است برای مهاجران غیر قانونی مجازات زندان و جریمه نقدی در نظر گرفته شود و به ماموران امنیتی هم اجازه داده شود که به سمت خودروهای مشکوک به حمل این مهاجران تیراندازی کنند. نسرین نوا همکارم از کابل با ما است در این باره بیشتر صحبت کنیم. واکنش دولت افغانستان چقدر به این طرح جدی بوده نسرین؟ دولت افغانستان هنوز رسما واکنشی نشان نداده، مثلا نامه‌ای به دولت ایران نفرستاده و خواستش را مطرح نکرده، اما خب سرپرست وزارت مهاجرین افغانستان در حساب توییتریش با تشکر از سالها میزبانی ایران نوشته که این طرح غیرقانونی هست و امیدوار هست که مجلس شورای اسلامی ایران مبتنی بر حقوق اسلامی، حقوق بشری و حسن همجواری در مقابل این طرح برخورد بکنه. خب قرار است به زودی این طرح در مورد این طرح رأی گیری بشه، و اما هنوز ایران در مورد این واکنش افغانستان هیچ جوابی نداشته. ولی در طی سالهای گذشته بارها ایران متهم شده به برخورد نادرست با مهاجران افغان، و حالا این طرح هم از سوی
سی نماینده مجلس ایران در حالی مطرح میشه که امسال دو حادثه از برخورد نیروهای ایران با مهاجران افغان واکنش‌های زیادی را برانگیخت. اوایل امسال بود، بهار امسال، ماه دوم که در دهانه ذوالفقار منطقه مرزی بین ایران و افغانستان مسافران افغان مدعی شدند که مرزبانان ایرانی اونا رو شکنجه کردن و بعد به رودخانه انداختن که نزدیک به 20 نفر کشته شدن و همچنین ناپدید شدن و بعد یک تعداد هم زخمی شدن. و بر علاوه این که در یزد ایران نیروهای ایرانی به یک خودرو یا موتوری که حامل مهاجران افغان بود شلیک کرد و آتش گرفت که 3 نفر در آتش سوختن و چند نفر هم زخمی شدن. همه اینها امسال اتفاق افتاده و حالا مجلس ایران طرحی داده که تمام این برخوردهایی که بارها اعتراضهایی را در پی داشته قانونی بکنن. بیشتر از جزئیات این طرح به ما بگو. این طرح به نحوی دست پلیس را برای شلیک کردن به مهاجری که صورت غیر قانونی وارد ایران میشه ببخشید باز میکنه. نه تنها اینکه این راه برایشان ساده میشه، همچنین اینها را وادار نمیکنه که غرامت بدن. یعنی مطابق به این طرح اگر پلیس موتوری یا خودرویی را ببینه که شک بکنه در او مهاجران غیر قانونی هستن، از پای افغانستان هستن، میتونه که از سلاح گرم استفاده بکنه. و بر علاوه مطابق به این طرح درخواست کننده ها تقاضا کردن که برای تمام کسانی که وارد ایران میشن به صورت غیر قانونی مجازات حبس تا 25 سال در نظر گرفته بشه و همینطور جریمه نقدی تا 100 میلیون تومان. و همچنین گفته شده که امکان مصادره اموال و دارایی اینها هم به دستگاه قضایی سپرده میشه و حتی کسانی که به اینها کمک بکنن به رفت و آمدشان، به جا دادنشان و همچنین اشتغالشان، اینها هم مورد پیگرد قرار میگیرن. خب حالا افغانستان نگران هست چون بیشترین مهاجر را در ایران داره و تعدادی از اینها همیشه به صورت غیرقانونی رفت و آمد دارن و چنین مجازاتی خیلی سنگین است. متشکرم از تو نسرین نوا در کابل. در ایران رسانه ها از افت 30% قیمت خودرو خبر در بازار این کشور خبر دادند. کاهش قیمت خودرو همزمان با افت نرخ دلار آغاز شده و حالا رکود بازار که ناشی از تعطیلی های مربوط به همه گیری کرونا است باعث ادامه دار شدن این روند نزولی شده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. افت 30% قیمت خودرو در آبان بعد از روند رو به رشد قیمت در بهار و تابستان امسال در ایران. خبری خوب برای مصرف کنندگانی که از کیفیت خودروهای ساخت داخل راضی نیستند، اما شاید چاره ای جز خرید آنها ندارند. موضوعی که تحقیق درباره آن در مجلس هم آغاز شده. روند نزولی قیمت خودرو همزمان به افت نرخ دلار در نیمه دوم ماه گذشته آغاز شد. رسانه‌های داخل ایران می‌گویند بیشتر نمایشگاه‌های خودرو تعطیل هستند و خرید و فروش انجام نمی‌شود. همزمان مراکز تعویض پلاک هم تعطیل هستند و برای خرید و فروش و انتقال سند محدودیت وجود دارد. بعضی فعالان بازار هم دلیل افت قیمت را به تغییر انتظارات در طرف تقاضا نسبت می دهند. اما آنچه رسانه های ایران افت 30% قیمت عنوان می کنند شاید وقتی در برابر افزایش تقریباً 70% قیمت خودرو از ابتدای سال قرار بگیرد واقعی تر ارزیابی شود. امسال خودروسازان 3 مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کردند. تا جایی که سایپا غیر از یک محصول خودروی پایین تر از 90 میلیون تومان ندارد و کف قیمت محصولات ایران خودرو 100 میلیون تومان است. این در حالی است که در تازه ترین ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از 32 خودروی سواری تولید داخل تنها 4 خودرو کیفیتی قابل قبول داشتند. این موضوع اما در قیمت محصولات داخلی بازتاب ندارد. به عنوان نمونه محصول جدید ایران خودرو تارا قیمتش بین 700 تا 800 میلیون تومان برآورد شده. با فرض نرخ دلار 24 هزار تومان تارا حدود 30 هزار دلار قیمت دارد. رقمی که با آن می توان در خارج از ایران خودروهایی با کیفیت بالا در سطح جهانی مانند مدل گلف فولکس واگن، مینی هچبک نو یا بنز کلاس A خرید.
در دوره‌ای که رکود حاکم بر اقتصاد جهانی باعث شده خودروسازان بین‌المللی تسهیلات تازه‌ای به مشتریان خود دهند و برنامه‌های تازه برای فروش قسطی یا با قیمت رقابتی ارائه کنند، خودروسازان در ایران بدون احساس نیاز به بالا بردن کیفیت محصولاتشان قیمت تولیدات خود را بالا می‌برند. شیده هوشمندی، بی بی سی. مقام‌های ایالت ویکتوریا در استرالیا اعلام کردند که در این منطقه در 28 روز متوالی هیچ مورد جدیدی از ابتلا به ویروس کرونا ثبت نشده. در دو ایالت نیو ساوث ویلز و کوینزلند هم در روزهای اخیر مورد جدیدی ثبت نکردند. عالی‌ترین مقام دولت محلی جنوب استرالیا گفته محدودیت‌های این منطقه از هفته آینده لغو خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به انتشار تصاویر کتک زدن یک سیاه‌پوست به دست پلیس این کشور گفته از این واقعه متاسف است، از دیدن این تصاویر شوکه شده. در این تصاویر که دوربین‌های مدار بسته ثبت کردند، سه افسر پلیس فرانسه مرد سیاه‌پوستی را کتک می‌زنند. عده‌ای از ستارگان فوتبال فرانسه به این خشونت اعتراض کردند. گفته شده این سه افسر پلیس تعلیق شدند. شرکت داروسازی آسترازنکا با دانشگاه آکسفورد واکسنی برای پیشگیری از کرونا ساخته که میگوید برای بررسی اثر این واکسن با دوز کمتر آزمایش‌ها را گسترش می‌دهد. این واکسن تا حالا در سطوح مختلف آزمایش‌ها موفق بوده و کارخانه‌های داروسازی در هند در 8 ماه آینده صدها میلیون دوز از آن را برای این کشور و نقاط دیگر دنیا تولید خواهند کرد. اما در کشوری که بیش از 1,300,000,000 نفر جمعیت دارد، واکسیناسیون چطور انجام می‌شود؟ گزارشی را ببینیم از یوگیتا لیمای، خبرنگار بی بی سی. زنان بخش جدای ناپذیر برنامه‌های واکسیناسیون در هند هستند. پونام بوسله یکی از 100,000 زنی است که در بخش بهداشت این کشور کار می‌کند. او هر روز خانه به خانه به دیدار مادرانی که تازه فرزندی به دنیا آورده‌اند می‌رود و به آنها یادآوری می‌کند که به نوزادشان واکسن بزنند. این زنان برای ردیابی شیوع کووید 19 نقش اساسی داشتند. وقتی هم واکسن تولید شود، نقش کلیدی آنها اجتناب ناپذیر خواهد بود. در حال حاضر ما بیشتر روی کودکان و زنان باردار متمرکز هستیم، اما برای واکسن کرونا باید تمام افراد رو در روستا در نظر بگیریم. اغلب هم متقاعد کردن آدم‌ها برای واکسن زدن خیلی سخته. تا الان به ما چیزی درباره واکسن کرونا گفته نشده. یک امتیاز بزرگ هند این است که در این محل در پونا 10,000,000 دوز واکسن آسترازنیکای آکسفورد تولید شده. این واکسن نسبت به موارد مشابه ارزان‌تر است و نگهداریش آسان‌تر. فعلا این تنها گزینه برای کشورهای در حال توسعه است. این دستگاه‌ها چیزی تولید می‌کنند که احتمالاً راه حل بی‌نظیر برای مقابله با کرونا است. نتیجه برای میلیون‌ها نفر اینجا و سراسر جهان. هند دومین کشوریه که از کووید 19 بیشترین آسیب رو دیده و حالا یک بار دیگه افزایش موارد ابتلا در سراسر کشور دیده میشه. این شرکت میگوید که در انتظار مجوز استفاده اضطراری است و امیدوار است که محصولش را از فوریه سال آینده عرضه کند. ما میخواییم چند صد میلیون دوز تا ژوئیه 2021 برای هند و بقیه نقاط جهان تولید کنیم. در هند اول اولویت بندی میکنیم. تلاش هم میکنیم که توازنی عادلانه برای عرضه در هند که جمعیت زیادی داره و نقاط دیگه ایجاد کنیم و به نسبت 50-50 برسیم. هند تجربه‌های زیادی در واکسیناسیون عمومی دارد. تازه‌ترین آن موفقیت بزرگی در برابر فلج اطفال بود. اما ابعاد مقابله با کووید 19 بسیار بزرگتر و پیچیده‌تر از تمام کارهایی است که در گذشته انجام شده. توجه کنید که واکسن فلج اطفال با چکوندن دو قطره روی زبون انجام میشه و هر کسی بدون آموزش هم میتونه این کار رو انجام بده. اما واکسن کرونا باید تزریق بشه. بنابراین کسی باید این واکسن را به افراد تزریق کنه. آیا ما در کشور چنین ظرفیتی داریم؟ نگران توزیع عادلانه هستید؟ من این نگرانی رو نه فقط درباره هند بلکه درباره جهان دارم. اگر درباره توزیع عادلانه حرف میزنید، بریتانیا، کانادا پیش سفارش هایی 3-5 برابر جمعیتشون برای واکسیناسیون دادن.
در حالی که بسیاری در کشورهای توسعه یافته امیدوار بازگشت به زندگی عادی از زمستان یا بهار هستند، در هند رسیدن به این مرحله میتواند سالها طول بکشد. یوگدالمای، بی بی سی نیوز، پونه. دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین، در مراسم خصوصی در قبرستانی در حوالی بوئنوس آیرس به خاک سپرده شد. هزاران نفر برای خداحافظی با او در خیابان‌ها جمع شدند، اما این مراسم خالی از جنجال نبود. پلیس برای متفرق کردن کسانی که می‌خواستند برای دیدن تابوت مارادونا به زور وارد کاخ ریاست جمهوری شوند، گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. بارون عباسی گزارش می‌دهد. تا ساعت‌های آخر در حلقه هواداران خیابان‌های بوئنوس آیرس مملو از هزاران عزاداری که برای آخرین دیدار با دیگو مارادونا آمدند. مرگ این اسطوره فوتبال آرژانتین در اثر حمله قلبی در 60 سالگی بسیاری را در بهت فرو برده. کسی که برای این مردم نه تنها بهترین فوتبالیست تاریخ کشورشان، بلکه قهرمانی ملی بود. کسی که آرژانتین را به شهرتی جهانی رساند. اما مردی که زندگیش همواره زیر ذره بین رسانه ها بود، در نهایت در مراسمی خصوصی به خاک سپرده شد، در کنار پدر و مادرش در گورستانی در حوالی بوئنوس آیرس. پیش از خاک سپاری تابوت او در کاخ ریاست جمهوری پوشیده در پرچم آرژانتین و پیراهن شماره 10 تیم ملی، فرصتی برای خداحافظی. مارادونا فقط مال آرژانتین نبود، بلکه به همه جهان تعلق داشت. هیچ کسی مثل اون نیست و نخواهد بود. وقتی بچه بودیم هممون میخواستیم مثل مارادونا باشیم. برای من اون نمرده، هنوز زنده است، همیشه در قلب من میمونه. وقتی روز به نیمه رسید، صحنه های گریه و سوگواری جای خود را به گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی داد. پلیس ضد شورش در تلاش برای دور کردن مردمی که خسته از ساعت ها ایستادن در صف، موانع را شکستند تا به زور وارد شوند. در نهایت برای برقراری آرامش تابوت از اینجا برده شد. اما محبوبیت مارادونا به مرزهای آرژانتین محدود نبود. 20 سال بعد از کنار گذاشتن فوتبال، بسیاری او را همچنان بهترین فوتبالیست تاریخ می‌دانستند. از ویرانه‌های سوریه جنگ زده گرفته تا ناپل ایتالیا، شهری که مارادونا 81 گل برای محبوب‌ترین تیم فوتبالش به ثمر رساند، تا بارسلون، آتشبازی، رقص و موسیقی با وجود محدودیت‌های کرونا. به یاد روزهایی که مارادونا برای بارسلونا، باشگاه فوتبال اینجا، بازی می‌کرد. وقتی آدمایی مثل مارادونا می‌میرن، از اون چه قبلاً بودن فراتر میرن. مارادونا هم از انسان به افسانه تبدیل شد. مارادونا بی‌نقص نبود. گل زدن با دست در زمین فوتبال، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و درگیری با خبرنگاران او را به شخصیتی جنجالی بدل کرده بود. اما مارادونا که از خانواده‌ای فقیر در حومه بوئنوس آیرس آمده بود، هیچگاه این مردم را فراموش نکرد. مردمی که بعد از مرگ هم او را فراموش نخواهند کرد. باران عباسی، بی بی سی. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.